بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الحمد لله حمد الحامدین، الحمد لله حمد الشاکرین، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف المرسلین سید الاولین والآخرین سیدنا محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین واصحابه الكرام الميامین واتباعه بإحسان الى يوم الدین. اما بعد، هموطنان عزیز، ملت مسلمان و مجاهد و مظلوم افغانستان و امت مسلمه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امسال ماه مبارک رمضان و روزه این ماه 30 روز مکمل را احتوا کرد و به خاطر عدم رؤیت هلال در پایان روز 29 و همچنان به حساب فلکی که امسال حکم شرعی و حکم و حساب فلکی با هم موافق بود، به ای اساس روز دوشنبه دوم ماه می، روز اول عید سعید فطر و روز اول ماه شوال است. حلول این مناسبت مبارک و عید سعید را به ملت مجاهد و مسلمان افغانستان و به تمام امت مسلمه تبریک و تهنیت میگویم. عید، مفهوم عید از نظر اسلام تجلیل و اعاده خوشی هر سال به خاطر انجام دو رکن مهم اسلامی است. در اسلام ما دو عید داریم، یکی عید سعید فطر و دیگر عید سعید اضحا. هر دو عید در پایان انجام دو رکن اسلامی که یکی رکن روزه است، ادای روزه ماه مبارک رمضان، و دیگه ادای مناسک رکن حج که رکن پنجم اسلام است. چون این دو رکن در زمان معین، روزه یک زمان و یک ماه معین را در هر سال داره و حج یک ماه معین و زمان معین و مکان معین داره. هر ساله ادای حج بدون امو زمان معین و بدون آن مکان معین که حرم مکه مکرمه و شعائر مقدس اسلامی که در عرفات و منا و مزدلفه انجام میشه، در زمان معین و در مکان معین ای دو رکن روزه و حج ادا میشه. متباقی ارکان بسیار مهمتر از که و قبل از ای ارکان یاد شده، او شهادت توحید است و ادای نماز است و ادای زکات است. ای ارکان
وقت و زمان و مکان معین نداره. با این تنها زکات یک فریضه سالانه است، مگر شروع و ختم ایصال مثل شروع و ختم روزه نیست، مثل شروع و ختم حج نیست. در هر وقت در بعد از گذشتن یک سال، در هر وقت سال، در هر زمان، در هر مکان و ادا شده میتونه. اما نماز یک رکن نیست که با حیات انسان مکلف یا مسلمان مکلف او بسته شده در تمام عمر و هیچ مکان معین و زمان معین اوقات معین داره، مگر به یک زمانی که به تمام مردم و تمام مسلمان ها از وقت یک آغاز شوه به یک وقت انجام شوه، اینطور نیست. اوقات مختلف دارد، به اختلاف اوقات در هر مکان و در هر زمان. از اولی هاست در پایان نماز یا کدام چون یک زمان و مکان معین است، اونجا ما عید نداریم. و شهادت البته او تمثیل ایمان ماست که او در قلب مسلمان همیشه تا که زنده هست و او با مسلمان، یعنی مسلمان عنوان اسلامی مسلمان، امو شهادت توحید است که او را به زبان و قلب همیشه دارد. از این لحاظ ما فقط دو عید داریم، عید و او به خاطر امی معلوم بودن آغاز و انجام این مناسک است و اهمیت ماه مبارک رمضان. و چرا عید دو ای در ما در پایان رمضان و حج داریم؟ و رمضان که امروز ما فعلا ما به استقبال عید هستیم و عید میکنیم، ای به خاطر از اینکه اول این ماه یک ماه نهایت مقدس و سید شهور و سید ماه ها گفته شده. بخاطر امتیاز از این ماه در ایست که قرآن کریم در ایما نازل شده و خداوند فرموده که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. ما قرآن کریم که او رمز سعادت و اساس حیات اسلامی است و اسلام تمام ارکان و شرایع اسلامی و منبع اول شریعت اسلامی است و اسلام است، او در این ماه نازل شده. و این ماه یگانه ماهی است که در قرآن کریم این به نام ذکر شده، ماه مبارک رمضان. این هیچ ماه دیگه به نام در قرآن کریم ذکر نشده. به این نسبت این روزه ماه مبارک در این ماه فرض شده و این ماه اهمیت البته فضایل بسیار زیادی داره که در این وقت کم و گنجایش شرح زونیست. و ماه مبارک زمان البته امسال الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای مسلمان ها و بندگان خود توفیق عنایت فرمود که با وجود مشکلات و مصائب و دردها و آلامی که مسلمان ها با او متوجه هستند و او را تحمل می کنند، باز هم به ادای این رکن مهم اسلامی توفیق یافتند و عید سعید فطر را تجلیل میکنن. و در این ماه خاطرات بسیار تلخی از مسجد اقصا داریم که در طول ما در حالی که صدها هزار نمازگزار و معتکف و
عبادت کننده ها به این مکان مقدس که او در قرآن مبارک گفته شده، نام این مسجد در قرآن ذکر شده، اسرای حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از مسجد الحرام به این مسجد رفته و این مسجد قبله اول مسلمان ها بوده. این مسجد متاسفانه در این رمضان با خشونت و به از طریق استعمال بم و فیرها مسلمان ها از این مسجد کشیده می شدن و این مسجد برای در طول ماه رمضان تخلیه می شد و به عوض نمازگزار و امو پای ها و پایمال شدن از این به توسط عساکر اشغال و احتلال ای ما سپری شد. و البته این مسجد او مقدسترین اماکن در سوم اسلامی است که ما تقدس اول را مسجد الحرام داره و حرم کعبه مشرفه و دوم مسجد مبارک نبوی هم و سوم مقدسترین اماکنی که ما داریم این مسجد اقصاص، مسجد مبارک اقصاص. و البته در حرمین شریفین در مسجد الحرام و در مسجد مبارک نبوی امسال خاطره بسیار نیک و مبارکی بود که بعد از 2 سال اولین بار باز هم ساحات مسجد الحرام و مسجد مبارک نبوی از نمازگزارا و پر بودن، از طائفین و از راکعین و ساجدین پر بود و در روزهای اخیر رمضان 2.5 میلیون نمازگزار و طائف در مکه مکرمه و در حدود 1.5 میلیون در مدینه منوره وجود داشتند و ای البته یک خاطره بسیار نیک است که برای بار اول و این دو مکان مقدس اسلامی از ساحات ازی و اطراف و سرکا و جاده های ازی پر از نمازگزارها و پر از راکعین و ساجدین بودن. و البته این و یک منظره بسیار عجیب است که شما ببینین که با یک الله اکبر 2.5 میلیون نفر رکوع میکنن، با یک الله اکبر 2.5 میلیون مسلمان سجده میکنن، هزارها و صدها هزار در این حال هر روز و هر ساعت در 24 ساعتی طول امام به دور کعبه شریف طواف میکردن. البته ای وحدت و قدسیت و عظمت اسلام را نشان میده و در هیچ یک حالت دیگه شما این نوع منظره عبادت و اجتماع را دیده نمیتونین. با این بدبختانه در کشور ما مساجد ما باز هم شاهد خونریزی و انفجار و مشکلات خشونت بود و کشورهای اسلامی متاسفانه ماه رمضان در حالی که ماه انتصارات و ماه فتوحات و ماه اولین غزوه اسلامی غزوه بدر در این ماه واقع شده و در این ماه الله متعال مسلمان ها را با تعداد کمی که داشتن در مقابل دشمنان با تعداد بزرگ نصرت کرد و با مدد الهی مسلمان ها موفق شدند و انتصار یافتند و الله متعال در قرآن کریم از این نصرت یاد فرموده و می فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم لقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. الله شما را در بدر نصرت داد، کمک کرد، یاری کرد و شما ذلیل بودین، کم بودین، عاجز بودین، ضعیف بودین و او ضعف و عاجزی از قلت عدد مسلمان ها بود
و مسلمان ها در مقابل 1000 یا بیشتر از او فقط 300 و چند 13 یا 14 نفر بودند. مگر با وجود زی اینا در این غزوه اینا موفق شدند، فتح کردند و 70 نفر از بزرگان مشرکین در اونجا کشته شد. ما و خداوند فرموده که شما ذلیل بودین. ما متاسفانه امروز هم که 1400 سال از او میگذره باز هم ما در حالت ذلت به سر میبریم. البته او ذلت اول از قلت عدد مسلمان ها بود، ذلت امروز از کثرت عدد مسلمان هاست و این کثرتی است که رسول کریم صلی الله علیه وسلم این کثرت ما را ولکنکم غصاء که غصاء سیل یاد فرموده. این کثرت قوت نداره. این کثرت کثیر هستیم مگر ذلیل هم هستیم. ما در این وحدت اسلامی وجود نداره. قوت ذخایر و منابع و تمام دارایی های کشورهای اسلامی تاراج شده و برده شده از طریق غیر مسلمان ها. افریقا یک کشور بسیار فقیر و ذلیل است امروز، مگر تمام دارایی او طلا داشت، آهن داشت، تمام امکانات اقتصادی را، مگر استعمار چند صد سالی که در او کشور بوده همه را برده. همین قسم تمام کشورهای اسلامی یا در دو سه قرن گذشته و تا امروز یا مستقیما زیر استعمار است و یا زیر استعمار اقتصادی و سیاسی است و ذلت طبیعت و نوکری کشورهای بزرگ داره. از این لحاظ ما متاسفانه با کثرتی که داریم در حالت ذلت هستیم و امروز هم ما محتاج عمو مدد الهی که به ذلت قلت مسلمان ها در غزوه بدر کمک کرد و اونا پیروز شد. و امروز هم ما که در حالت کثرت ذلت داریم، الله متعال التجا میکنیم که به برکت قبول این روزه ماه مبارک رمضان و دعای ما و ختم های قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم که در این ماه صورت گرفته، الله متعال به امت مسلمه رحم بفرمایه، امت مسلمه را از این حالت ذلت و دستنگری و نوکری و پیروی غیر مسلمان ها و کشورهای متجاوز و بزرگ و زورمند که زور فقط از لحاظ فشار و ظلم به سر ضعفا تمثیل میکنن، الله متعال مسلمان ها را از این حالت نجات بده و کشورهای اسلامی و امت مسلمه و ملل مسلمان دوباره به کرامت و آزادی و آرامی و استقلال و حیثیت و مقام شایسته مسلمان ها برسه و الله متعال عبادات ناقص ما را به درگاه خود قبول بفرمایه و همیشه این مناسبات را و این شعائر را در اسلام و در امت مسلمه زنده داشته باشه و اولاد مسلمان ها و جوانان، دختران و پسران ما همیشه مفهوم این مبادی را یاد بگیرن و این را تطبیق بکنن و امت مسلمه روزی وحدت اسلامی را شاهد باشه، وحدت کشورهای اسلامی را شاهد باشه. و ما ذلک علی الله بعزیز و صلی الله و سلم و بارک علی عبده و رسوله سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و اصحابه و اتباعه اجمعین. و عید همه مسلمان ها و عید مخصوصا هموطنان عزیز ما مبارک باشه و عیدهای مکرر و آبرومند با خوشی و عزت همیشه نصیب مسلمان ها و هموطنان عزیز ما باشه. آمین و الحمد لله رب العالمین.